با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محصلین گرامی و بیننده های نهایت محترم. در قسمت 59 درس های از مضمون گرافیک تبلیغاتی قرار داریم. در این درس صرف روی بیرق های جهان ما به شما معلومات میتونم. قسمی که شما در جریان هستین، ما بیرق های کشورهای مختلفی داریم که هر کدام اونها یک پیام خاص خود دارم. اگر در اینجا یک مرور کوتاه بکنیم، ما قبلا یک بیرق افغانستان طراحی کردیم، کار کردیم و در اینجا بیرق های خیلی زیادی از کشورها هست که از یک بابت ما با ایشان معرفی میشیم و از طریق دیگه ما میتونیم که یک از بیرق ها را به صورت سمپل کار بکنیم. شما نگاه کنید در اینجا بیرق های خیلی کشورهای زیادی هستند. ما یک نمونه ای مثلا بیرق جامعه اروپا، این می چه شکل کار میشه؟ عملا نیره ما به شما به معرفی میگنم که ما بتونیم یک بیرق که جامعه اروپا باشه چه شکلی کار بکنیم. در اینجا اگر نگاه بکنید به این شکل ما یک مقدار کلان بسازم. جامعه اروپا یک رنگ آبی داره و دور دور از ستاره است. اگر ما حساب بکنیم یک ستاره، دو ستاره، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12، یعنی در واقع 12 ستاره دارم. ما چطور نمی بیرق طراحی بکنم؟ اما بسیار ساده به شما در اینجا به معرفی میگیرم. اول ما تلاش بکنیم که یک ستاره بسازیم، یک اندازه بسازیم که نیم 12 ستاره به 12 بخش مساویانه تقسیم بکنه. اینجا یک ستاره میسازیم، ستاره خود به 12 بخش میگیریم. این را که گرفتیم در قسمت از این 12 میگیریم، اینجا را 1 میگیریم. چی شد؟ به 12 بخش تقسیم شد. وقتی در 12 بخش تقسیم شد، برای ما کار ما را ساده کرد. ما میتونیم حالا در اینمی 12 بخش ستاره درست میسازیم، یعنی درست میکنیم. خب اینجا آمدیم یک دانه ستاره دیگر هم اینجا تولید میکنیم، اینجا 5 میگیریم که خود ستاره باشه. اما ستاره به این شکل آمد. اینه که وقتی گرفتیم 5، اینه میگیریم چند؟ مثلا میگیریم 5، اینه میگیریم 5 و اینجا درست نامد. اینه میگیریم 2. آیا درست ستاره ما آمده نامه؟ آه درست است ستاره ما. فعلا ستاره ما درست آمده. این اندازش مشخص میکنیم به این اندازه و اگر یک مقدار خورد میکنم که شما نگاه کنیم، ما دور دور زیر ستاره تولید میکنیم. اینجا ایره که گرفتیم، رنگ زردم برای زی انتخاب کرد، ایره سنترال میگیریم. سنترال در کجا میگیریم؟ در این قسمت. یک بار اینجا تولید میکنم توسط گرفتن آلت، اینجا کپی میشه. به این شکل ما تمام زیر ستاره جور میتونیم. میتونیم که این مجموعه را که انتخاب کردیم دوباره اینا را تکرار بکنیم. ای یک را داره. راه دیگه همین است که دانه دانه را انتخاب بکنیم. چه شد؟ این اندازهش مشخص شد. خب این مال یک رنگ مستطیل شکل میاریم، یک شکل مستطیل از این رنگ انتخاب میکنیم، این را بک میکنیم. اینجا وقتی که اندازش را گرفتیم، کوشش میکنیم که سنترال از را پیدا بکنیم، مرکز شده. در اینجا مرکز آمد. فعلا وقتی مرکز مشخص شد، این ستاره های خود چیکار میکنیم؟
در اینجا در مرکز قرار میده. این آوردیم در مرکز ما لاگ میکنیم که لاگ کردیم. این چی شد؟ همین بیرق جامعه اروپا جور شد. مثل زیوری ما هر شکل ها را میتونیم که طراحی بکنیم یا برای ما آسان هستن. مثلا نمونهش نشانی هندوستان را میخواییم طراحی بکنیم، بیرق هندوستان. خب یک خانه برای زی انتخاب میکنیم به این شکل. اینجا بیرق هندوستان چطور طراحی میتونیم اینجا ببینید شما. ما یک نمونه ای را اینجا کار بکنیم، بعد اول که بیرق هندوستان هم از سه قسمت تشکیل شده. خوب است که ما اول یک سه قسمت برای جور کنیم. یکی اینی رنگ است، نارنجی، بعد از سفید، و بعدش چی هستن؟ یک رنگ بگیریم به خاطر که اما اندازه مشخص. این رنگش هم آبی هست، سبز هست، ببخشید. خب اینی داخل از این ما چطور کار میتونیم؟ این نگاه کنید شما، یک بار ما این را انتخاب بکردم، انگروپش ساختم، به این شکل است. ما این را که انتخاب کردیم اینجا خب اول اندازه تعداد از اینا رو حساب میکنیم که چند تا هستن. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، سیزده. یک، دو، سیزده میشه از بیست و شش، یعنی بیست و شش پرد داره. پس ما بسیار راحت میتونیم برازی بگیم که 26 بردار. اینجا میم در قسمت ستاره، میستو 6 بر. خب این 26 پر ما ساختیم، اما فرق از این با این فرق ماره. ما نهایتا تلاش کنیم که یک از این پرها را عملا بسازیم و ما بقیه از را به ما ردیف درست بکنیم. مثلا ما نمونتا اینا را یک از این پرها را میخواییم بسازیم، بعد به تقلید از او دیگه پرها را میتونیم درست کنیم. این رنگ زرد میگیریم، اینجا که گرفتیم یک خانه دیگه در اینجا خلق میکنیم. این حالت به خود بگیره، به این شکل.
به این شکل جور کردیم. اینه می پره تکرار میکنیم. پره چی میکنیم؟ ما پره تکرار میکنیم. به چه شکل؟ اینجا سنترال که گرفتیم در این قسمت میاییم حالا چی کار میکنیم؟ یک تعداد چه زیادتر گرفتیم دوباره این چرخش میتیم این که باقی مانده این همو چرخش میدیم که همو ساختار تکمیل شود. این که جور کردیم این جدا میکنه. حالا این اندازه پرهای داخلی از تکمیل شد. این یک دایره در وسط از کار میشه. تا این قسمت درست شد. آمدیم که دیگه چی کار میشه؟ یک دایره کشته میشه، یک دایره دبل دور دور دی. عملا یک طرح دایره میکشیم اینجاست که ما ایره دبل میسازیم دبل که ساختیم این خط به ما نشان میده ممکنه یک مقدار ایره خوردتر بسازیم از کرده ایره چی میگیریم؟ ایره اکسپند میگیریم به خاطر که اگر ایره میخواییم خرد بسازیم او خرد نمیشه کیفیت دیگه میگیریم تا این قسمت کار شده اینجا یک توب مانند جور میکنیم بعد این توب مانند چی کار میکنیم؟ ایره یک سنترال برش انتخاب میکنیم میتونیم که دو تای از یک سنتر بسازیم برشون یک دو سه چهار پنج شش اینجا دقیق میاره باز میز چرخونده در این قسمت چند تایی که مانده یک تا دو تا دو تای دیگه هم کار است اینجا باز سنترال گرفته چه شد نشان هندوستان یا مو گراره چرخ صنعت رسندگی هندوستان که قبلا بود این تکمیل شد حالا میبینیم که چرخه چقدر کلان است این در واقع به اندازه کلان است که اما از سفیدی نمیبرایه این بود بیرق هندوستان امیدوارم که ما بقی بیرق امین گونه شما بتونین طراحی بکنین اروپا، هندوستان، افغانستان و
در این تصویر اگر ببینیم بیرقای خیلی کشورهای زیاد است. اول اینکه با نامش آشنا شن، قطعا خیلی کسا با نامش نمیتونه آشنا باشه، و بعد با ساختنش زیر نظر استادایتون کار بکنین تا با بیرق جهان از یک طرف آشنا شده و از طرف دیگه معلومات در مورد بیرق ها بفهمین که این است و معنا و مفهومش چی است، از چی ساخته شده، چی پیام میرسانه. موفق، پیروز و سربلند باشین.